درود بر شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی سیبب، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم با رفع مشکل تاچ اسکرین. خیلی از دوستان حالا بیشتر برای آیفون 12 مینی مخصوصا مشکل تاچ اسکرین داشتن که یک سری از نقاط صفحه وقتی تاچ میکردن این تاچ اتفاق نمیافتاد، مخصوصا وقتی که توی لاک اسکرین بودن. حالا ما میخوایم چند تا راهکار رو بهتون بگیم تا بتونید خیلی خیلی راحت این مشکل رو برطرف کنید. راهکار اول، وارد قسمت ستینگ بشید و توی قسمت جنرال همونجوری که دارید میبینید این پایین توی قسمت سافتور آپدیت حتما تلاش کنید که نسخه سیستم عاملتون آپدیت ترین حالت ممکن باشه که الان فعلا 4.3 در 6 دی ماه 99 26 دسامبر 2020 که پیشاپیش سال نو میلادی رو هم به هموطنان مسیحی عزیزمون تبریک میگم. نکته بعدی که باید رعایت کنید اینه که بیاید دوباره توی همین قسمت توی گمش کردیم جنرال رو از دست ندید و بیاید پایین توی قسمت آیفون استوریج. همونجوری که میدونید خب خیلی حافظه آیفون بچه ها مهمه، یعنی واقعا خیلی تاثیر زیادی داره. سعی کنید حافظه خالیتون همیشه، الان من 164 گیگ از 256 گیگ رو پر کردم، سعی کنید این تقریبا 30-40 گیگ به بالا فضای خالی داشته باشید و الا ممکنه که گوشیتون هنگ کنه، کند بشه، تاچ اسکرین به مشکل بخوره و اتفاقات دیگه. نکته دیگه هم که به نظرم مهمه بهتون بگم اینه که اگر این مشکل رو داشتید و هر کاری کردید برطرف نشد، یک بار فورس ریستارت رو حتما تست کنید. توی ویدیوهای قبلی من آموزشش رو گذاشتم برای تمام گوشی ها که والیوم آپ، والیوم داون و دکمه پاور رو انقدر نگه میدارید تا لوگوی عزیز اپل برامون مشخص بشه. این کار رو هم حتما انجام بدید و بجز این سه تا چیز دیگه خیلی به ذهنم نمیرسه. در نهایت به حالت DFU موده که ممکنه خیلی از شما، اینم لوگوی اپل، ممکنه خیلی از شما عزیزان بلدش نباشید، مسئله نیست. آموزش اون رو هم گذاشتیم که بتونید از طریق لپتاپتون گوشیتون رو ریستور کنید به اصطلاح و اینکه اون فایل iOS رو خودتون دستی نصب کنید. این 4 راهکار میتونه کمک کنه تا مشکل تاچ اسکرینتون به طور کامل برطرف بشه. مرسی که امروز با من همراه بودید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. هر سیبی سیبپ نیست. جهت دانلود اپلیکیشن به www.sibap.com مراجعه فرمایید.